اسم ما علی هستم، لقبم ساحر است. بعد خودم از کویته پاکستان شروع کردم همه کار نقاشی را وقتی که 13 سالم بود. الان که 27 هستم، بعد تا یه مدت که 7 سال پی در پیم تر پیش عمران ساگر که هستم تر چی کردم به صورت دانش آموزم تر یاد گرفتم تعلیم. از او بعدش خودم تر بیشتر تلاش کردم پیش خود که هستم تر خواندم، از طرف طرف زیادتر کوشش کردم که است کارارم تر پیش ببرم. دیگه حالا یک کارگاهی داریم هم در کویت هستم. بعد اولین نمایشکارم که گرفتم در سال 2018 بود که در 6 سپتامبر گرفته بودم در کتابخانه مطهری. و بعد از او که است این دویم نمایشگاه که در خانه فرهنگ گرفتم به نام سرزمین الماسا کنوانش بود. و زیادتر کارها هم که استم مربوط در روزگار مردم بودن که در روزگار خیلی تلخ که تر کده بودن و چیزهایی که از او بین باقی مانده بود برای امروزی، اونا رو که است هر دو تایش رو من یک جای کدم و کارهای جدیدتر بهتر ارائه دادم. اما طوری پیش از خود خارج از هر جای کوشش کردم کتاب هایی که درباره هنر است اونا را جمع آوری کنم بخوانم. دیگه تر چیزی رشته خاصی نخواندم چرا که شرایط که من در وضعیت بودم برای من بسیار مشکل بود که من را به صورت پانتون یا چیزی بخوانم. به من خاطر که علاقه ام خیلی زیاد بود هنر، از خاطر من خودم پیش از خودم تر کتاب هایی که مربوط به هنر بود اونا را جمع آوری کردم بخوانم. این نمایشگاه مربوط بود به همه سرزمین، به همه مردم. بعد چون اینجا که است یک پایگاه خیلی خوب بود برای هنر، هنرجویان و هنر نمایی، به یه خاطر هم بود. یکی از دلایلی که به اینجا گرفتم به خاطر این بود که همو شوق درونی خودم بود که در وطن خود یک خدمت یک چیز بکنم. بیشترش مربوط به چی بود؟ از گذشته تا روز امروزی بودن در کل چیزهایی که در گذشته بودن و کارهایی که انجام شده بودن، یعنی روزهای سیاهی که مردم خیلی در سختی تیر کرده بودن و چیزهایی که الان موجود است، یعنی هر دوتا را با هم یک جای داشتیم. بغیر از او یه بعضی از پیامهای کوچک چیزان بودن، محیط زیستی و غیره بودن که در بین کارها دیدم شد. بغیر از او خیلی از معناهای بعضی از کارهای خیلی عمق زیاد داشتن که خیلی ها متوجه می شدن، بعضی هم متوجه نمی شدن. خب یک چیزی کار ریالیزم است نه که کار حقیقی. یک کار را که است به خاطر از این چی کدم در نمایش گذاشتم چند کار، چون که یک کار بسیار پر مفهومه، یعنی قدرت یک هنرمند را در مو کار حقایق حقیقی که است بیشتر نشان میده. بعد یک سری از کارها که است یک کمی نوآوری بود، جدیدتر بود، غیر از حقیقی که اونا بین بجز هزی که فقط تصویر باشه اونا بین خود حرکت هم داشتن. و یک چیزی که امروزی که زیادتر به کار برده میشه. بعد کارهای مفهومی که اونا بیشتر از چی بود؟ میکسد آرت بود، یعنی کارهایی که گفته شما که بازیافت، یعنی از مختلف چیزها که است کارها را میسازیم که بغیر از فقط رنگ و برس و این چیزها. رنگ سیاه از چیزی بود که یعنی واقعا و امو حالت هایی که امو تصاویر داشت قرار داشتن اونا کلن یک حالت های خیلی تاریک بود، یک جنبه طرف تاریک بود کلن، در کل کس طرف سایه بود کلنش. به او خاطر همیشه کلن چی در بگراوند بودن سیاه بود. یک دو تا از کارهایم درباره فریاد بود. یکی از فریادها که یک زن نشان داده بودن که از اردو گوش خود گرفته بودن، خیلی دردآور اینطور جیغ زده بودن. بعضی از فریادها اینطوریه که در تاریکی اونا صدایشان آهسته آهسته اینطور گم شده رفتن، مثل گذشته های مردم که هر چی قصد داد زدن، هر چی قصد کردن اونا آهسته آهسته در تاریکی آهسته آهسته گم شده رفتن. بعضی از صداها مثل یک از مرد بود که فریاد زده بودن و هم فقط امو بعضی از جاهای چهره و بدن چکم دیدم شد به صورت رنگ های روشن که سفید استفاده کرده بود. بعضی از فریاد ها که است باوجود که خیلی زیاد فریاد زده بودن اونا را که است در زور
خاموششان کردن، رقم تاریخی که گذشته اگر ببینیم خیلی از کارا انجام شده بود. و یکی از نقاشم که چی بود، چشم بود، بعد داخل چشم بعضی از جزئیات کوچک کوچک داشته، او موضوع ازو که بود از وجدان، وجدان های بیدار بودن که همو وجدان های بیدار را زیادتر چیکار کردن، اونا را کشتن، از بین بردن. به همین خاطر امی کارهای سیاه کست پی در پی امی چیز را کست بار بار کست همو صحنه ها را دوباره یادآوری کده، بعد همو چیزهایی که بعد از این صحنه ها گذشته و امروز ما دسترس داره نتایج امزونام کست در بعضی از کارها دیدم شده که مردم هایی که بعضی از یک پیرزن بود که انوز در انتظار تصمیم دست همو حالت هنوز هم وجود داره. یعنی بعضی از وقت یک جوانی از خانه میبره، مادرشان دلنگران برایشان دعا میخوان، سنا میخوان که بچه من تاشاو که میره پس برگرده. یعنی همچون حالت هایی هنوز هم کم ذره وجود داره، یعنی حالت نامنی و چی. بعضی از کارها مثل یک پیرمردی بود که در حالت روزگار برفی و سرد هنوز هم چشم انتظار نشسته، همچون تصاویر بسیار تلخه. اینکه مردم چقدر استقبال میکنن چقدر نمیکنن، اینش مربوط میشه به اقتصاد مردم که تا وقتی که اقتصاد صحیح نباشه مردم نمیتونه از هنر بیشتر ده هنر کسته دل ببنده و بیشتر درکشن کنه. چرا که مگه شکم تا که سیر نباشه او تقاضا را نمیده تا یک چیزی هنری را بیشتر درک کنه. استقبال نسبتا خوب بودن دیگه، بد نبودن. بعد یک سری از پیام های بین تابلوهای بود که از اول کارای سیاه بودن، بعد یک چند تابلو بود که جواب اممزی کارا را میدادن که مثلا میشه چطور از این سیاهی بیرون بیایی. مثلا یکی از دختر رزه بود که در حال تعلیم و چی بودن که در بالای ازو یک رنگ سبز گذاشته شده بود به معنای روشنه و زندگی دوباره که از این سیاهی میتونیم بیرون بیم. و بین ازو تصویر هم سوال بود هم جواب بود، یعنی همچون افرادی هستن، یعنی هنوز هم هستن که در بسیار در مشکلات همی دوره تحصیل خود را کامل میکنن، باوجود اینکه برایشان خیلی سخته و بعضی اونا تلاششان هستن که همی دوره تحصیل ادامه بدن، خلاص کنن و برای چه کس یک زندگی بهتر فراهم کنه. بعد یک کس چیزهای دیگه هم بدن که دوباره فکر بود. یک تصویری که بود که پشت تصویر طرف ما بود و روی تصویر طرف خود قاب عکس بود، یعنی دو طرف بیننده داشت، یک بیننده که من خودم اونجا رسم کرده بودم، یک بیننده که بیرون از اینجا اونا رو میدید. در او بین کس فکر نشان داد که هر کس که فکرش از داخل بهتر شوه و دنیای بیرونیش هم خود به خود آهسته آهسته درست میشه. نمایش یک چیز بسیار میتونیم گفته که چیز کوچکیه، چیزی که مقصد از ما هست و که ما میخوایم که فکرها را کمی عوض کنیم با امی تصاویر مختلف با نقاشی. نقاشی چیزی که از تصویر جدایه، تصویر نمیتونه با آدم قدر حرف بزنه ولی نقاشی بسیار گوینده است، میتونه چیزهای زیاد را به انسان بگه. و ما میخوایم خیلی از افکار اشتباهی که در بین جامعه وجود داره اونا رو میخوایم از بین ببریم. چرا که هنر یک چیزی که دلپذیره، هر کس میتونه او را تا جای را بپذیره، اگر البته تصاویر انطور باشه که خیلی دلکش باشه، یعنی خیلی خوب درست شده باشه. نقاشی یک خاصیت خاص داره، کس چی بخواه کس چی نخواه فقط یک دفعه نقاشی را ببینه اون قصد برش کافیه که تاثیر از خود را بگذاره. این خاصیت خود همین نقاشی است، کس نمیتونه خود اتر مکان بگیره که روی از ما تاثیر نگذاره، فقط همون که ببینه همون تاثیر خودش رو میگذاره. ولی ازو چی دیر چی چیزو او آهسته آهسته اثرش کدام را، ولی او خودش چی میکنه قد ازو بعض وقتا بعض کس هست مبارزه میکنه با این چیز که نه ای همچون چیزی وجود نره، همچون چیزی هر چه زیادتر مبارزه کنه هم قد زیادتر اثر اندازتر میشه. اونایی که علاقه مند هنر هستن یا کارهای ما را دنبال میکنن از اونا خیلی تشکر میکنم. از اول بعد پیام ما اینه که اونا هر کاری را که دوست دارن او کار را با
ذوق تمام انجام بدن، چه کم چه زیاد. اونا اثر خود را امروز نه فردا، فردا نه دیگه فردا، یک نه یک روز اثر خاص خود را میگذارند، چون که ما در حال گذشت هستیم. هر چه قسم سن ما بالاتر میرم، ما همونقدر فناتر شده میرم. چیزی که به دست میاد او آیندگان است، یعنی همه بچه‌های رضایی که اونا فردا یک روشن، یک زندگی روشن داشته باشند. ما برای از اونا باید که است بیشتر فکر کنیم، نه درباره خود. چرا در گلی که ما هستیم، ما نباید کسایی که بعد از ما میه اونا هم در گل باید باشند.